سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرزادم هنوز هست ولی داره میره دیگه پارت فر... تایم آره پارت تا... نه مثل اینکه جایی باید بره مهمونی باید بره دور و برای همین دیگه مجبوره که همین الان بره امروز اپیزود 186 ماست من فقط قبلش یه چیز کوچولو بگم بفرمایید دارد نمیشی؟ نه. خیلی ها گفته بودن که تا آخرش گوش میدن آره. آره, من دیدم آره من واقعا باورم نمیشه بفرمایید تا تایش گوش میدن بکرم هر کی به اون جمله برسته دیگه میزنه, دیگه میزنه میره آقا چون چند نفر از ما پرسیده بودن تو تلگرام کجا میتونیم تکس بدیم من گفتم خب اگه گوش داده بودن که ایمان 500 هزار بار گفته دیگه 186 بار گفته حالا ولی من, من از هم خواستم بدونی مرسی از گزایی گفتم تا, تا تایش گوش میدن. مرسی <laughs> ممنونم بفرمایید آره این هفته بذار بگم اصلا ایده این اپیزود از کجا آمد من داشتم یه بفرمایید شما داشتم یه مطلبی میخوندم توش نوشته بود که تو کل تاریخ خب فقط چل درصد مردا بچه داشتن چی؟ یعنی همه ما آدما نوادگان چهل درصد مردایی مثلا شست درصد ناکام بودن خب اینو که من خوندم مغزم سود کشید چون خیلی عدد عجیب و وحشتناکیه آدم اصلا فکرشو نمیکنه بعد رفتم نگاه کردم این ظاهرا موثق نبود خدا رو یعنی نتونستم رو پیدا کنم خودی کسی این 60 درصد فامیل ما نه از... تو طول تاریخ چرا مثلا اقل... 40 درصد فامیل نه به مثلا گذشتر نگاه کنید چرا مثلا توی شهر یه پادشاهی بوده اون خدا تا بچه داشته ممکن بوده یه عالمه مرد بوده باشن که آره. از بچه نداشتن خب حالا میگم این آماره که موثق نبود شما به این اعداد توجه نکنید ولی این باعث شدش که من بیام موضوع این افتار انتخاب کنم حالا ما راجع به نظر فلسفی صحبت کرده بودیم مغز در شیشه و اون آزمایش فکری و اینا اونا مواحصی بودش که به کار همه ممکن بود نیاد ممکن... جنسیش کنیم <laughs> همه, هم <بیاد. laughs> همه ممکن بود علاقه نداشته باشن حوصلهشون سر اینا ولی این موضوعی که موید. این هفته میگم و دیگه این قطعا به کار همه بدون شک میاد یه توضیح دیگه هم بدم اینه که حرفایی که امروز میزنیم حول محور گرایش به جنس مخالفه یعنی ما انواع دیگه گرایش رو امروز بررسی نمی کنیم گرایش جنسی دیگر امروز بررسی نمی کنیم ولی راجبه گرایش به جنس مخالف صحبت می کنیم درست و بیشتر راجبه اینکه مردا مثلا دقت بیشتری به خرج میدن توی انتخاب شریک زندگیشون سوالش هم پرسیده ما... دیگه آره که سوالش هم توی اینستاگرام پرسیده بودم خب بذار اینجوری شروع کنیم که شما فرض کن مثلا یه دختری یه پستی رو بذاره توی اینستاگرام یه استوری پست هرچی عکس از خودش سلفی بگیره آره سیل کامنت و لایک و اینا میاد و مثلا کامنت ها که چقدر خوب بود و چقدر مثلا زیبا و نمیدونم شما مجردی یا این داستان <تص> <travaille> بعد اون برای قضیه رو فرض کن که یه پسر بیاد پست پسره. زخمی یا پست گذاشت کسی لایک نکرده نه نه من پست نمیذاره. فرض کن یه پسر بیاد پست بذاره خب چی میشه اول که یه سری کامنت قربون صدقه از مادر خانه میاد آره اینجا تو پادکست هم همین مشکل داریم آره. اصلا با منش کاری نداریم برات سلام <تصفح> آره بعد مثلا ممکنه دوست دختر قبلی طرف مثلا اکسش هم یه تکسی بده که ببینیم مثلا وضع چه خبره اینا یه سری هم دو... تکس و اینا از دوستای پسر طرف میاد که دارن بعدو بیرا بهش بیادم. آره نم. اونا که میاد که ایچ. آره من یادم یکی عکس گذاشته بود تو اینستاگرام این خودش بود کنار یه اسب مثلا خب از سواری و از اصف... کنار اسب بودن و یه چیز از این چیزای چوسی حساب یه... میشه و نامحسوس آره جالبه دیگه مثلا تو اینو بذاری چوسی نامحسوس به قول رامینی خب بعد من بهترین کامنتی که تو زندگیم دیدم و سیره اون پست دیدم که یکی از دوستاش اومده و پرسیده بود قاطره اصلا لولی که داشت مسخره میکرد <applause> یه چیز دیگه بود و خیلی خوش گذشت خب این اتفاقی که میافته اینا همه دلیل داره که چرا مثلا اگه یه خانوم مثلا یه عکسی رو بذاره این همه مرد مثلا بهش نزدیک میشن ممکن سوال کنن کامنت بذارن ولی برعکسش اتفاق نمیافته و الان مثلا یه ذره ذهنمون آماده شد چرا واقعا خب من سالی که تو اینستا پرسیده بودم من رب رب تو پرسیدم فکر کنم چند روز پیشم چند هفته پیشم در صحبت کردیم آره میگم الان دلیلش رو من رافم فهمیدم سالی که اینستا پرسیده بودیم بودم که به نظرتون حالا خانما دقت نظر بیشتری دارن یا آقایون توی انتخاب شریک زندگی خب یه سری جواب اومد کلیتش اینجوریه سر یه سری گفتن خانما یه سری گفتن آقایون اگر کسی دقتش بالا بود جواب میتونست بفهمه از رو عکس عکسی که داشت برمی داشت دست ناخون بلند داشت همین نتونستم هم عکسی پیدا کنم که دوور باشه او. بعد آره یه سری گفتن خانم‌ها یه سری گفتن آقایون بعد یه سری گفته بودن آقایون به خاطر اینکه خانم مثلا احساسیان ممکنه تصمیم آره سریع بگیرن یا یه سری‌ها گفته بودن پول هر جا باشه تصمیم گیری به اون سمت میره بعد هیچ کدوم هم جواب داشتیم که نه این نه اون بعد یه سری دیگه گفتن که بستگی به سند سال و چیزای دیگه داره کلا که همه چیز بستگی داره بهترین جواب به هر سوالی اینه که شما بگی بستگی داره و یه دیگه جواب دیگه هم او آره. اون آره اونم بستگی داره یه جواب دیگه اومده بود گفتون اخیرا آقایون به علت تعدد انتخاب <صفيق> <laughs> که دلیل اینو بهش اشاره میکنیم که چرا اصلا دیگه میخواد همش دلیل میخواد وا کنه امروز بشینید که هروندتون رو ببندید پاپ بیارید کارون میخواد بگه آره ما الان از همه میخوام که زوج هایی که دور میشناسن رو بیارن تو ذهنشون خب تو دونه, دونه رو بیارید بعد خب. به این فکر کنید که توی این زوج ها نمونه ای هست که جایگاه حالا اجتماعی اقتصادی خانوم از آقا بالاتر باشه بله هست؟ بله نه خب حالا ببینیم این رابطه به فرهنگ اجتماعی اقتصادی <S1cot> مثلا فرض کن مثلا یه شغل خیلی بهتری خانم داشته باشه آها خب خب این ربطی به فرهنگ نداره به فرهنگ حالا ما ایران و جای دیگه نداره تو همه جا این اتفاق میفته اینو تصور کنیم ببینیم مثلا این اتفاق افتاده دور و دیدیم همچین اتفاقی که مثلا یه زوجی باشن که اختلاف معناداری باشه بین حالا جایگاه اجتماعی اقتصادی شغلی حالا کم خیلی مختلف. نادره من خودم که فکر کردم دورم فقط یه مدل بود که جدا شدن یعنی مثلا خانم با اختلاف حالا شغل و این چیزای بهتری داشت اینا جدا شدن، طلاق گرفتن. درسته؟ یه ذره جلوتر بریم مثلا ما میتونیم تصور کنیم که یه خانومی که خیلی موفقه، مثلا فرض کن مدیر یه شرکتی، استاد دانشگاهه با یه آدمی که شغل معمولی داره، مثلا پستچیه. نه اینکه حالا چی بودن بعد صرفا مثال میخوام بزنم از این تفاوت، تفاوت. اینو میتونیم تصور کنیم که یه همچین مجموعه ای با هم باشن؟ خیلی کم تا خیلی, خیلی سخت تاریم. به ذهنمون میاد دیگه مثلا آره. ولی برعکسش چی احتمال آره زیاد برعکس اصلا ممکنه یه عالمه مثال تو ذهنمون باشه آره. که یه آدم مثلا از از شغلی خیلی موفق با کسی که لزوما حالا شغل خیلی سطح بالایی نداشته باشه بازم میگیم بحث مقایسه یه شغل ها نیست یعنی نه اینکه این شغل بعد اون شغل خوبه بحث اینه که تفاوت ها رو میخوایم نشون بدیم اون دلتا اون گپ چیه دقیقا همینی که ایمان گفت برعکسش خیلی راحت یعنی ما خیلی راحت و زیاد هم ممکنه دیده باشیم که چون هم مثلا استاد دانشگاه و مدیر عامل آقایی با کسی که با همسرشون مثلا توی حالا شغلی اونقدر رده بالایی نداشته باشن جایگاه اجتماعی بالایی نداشته باشن داستان چیه داستان بچه های حالا تکامل باز خیلی حال میکنن با دلایلی که پشت این قضیه هست یه مفهومیه به اسم هایپرگمی بله خب این مفهوم چیه خیلی به زبونه خیلی مفهوم ساده میگه که خانم ها تو هر جایگاه حالا بهش میگن که انگلیسی شو میگن سوسیو اکانومیک رفتی بحث بحثای سوسیالیستی خوب. نه خب که حالا فارسی من تو ویکیپدیا دیدم نوشته بود اقتصاد اجتماعی ولی حالا ما میگیم جایگاه حالا اجتماعی و اقتصادی میگه خانم ها توی هر سطحی از این اه جایگاه اقتصادی اجتماعی که باشن فقط حاضرن با آدمای همسط یا به بالا یا بالاتر از خودشون برن وارد رابطه بشن درسته و مثلا حاضر نیستن با آدمای پایین تر از خودشون وارد رابطه هر از گاهی اون دانش کاذبه فقط من اینو الان بگم مثلا تر فکر میکنه خیلی بالاست اینطور نیست حالا فرض کنیم برای حالتهایی که درسته درست مردا حاضرن با هم سطح خودشون و پایین تر از خودشون وارد رابطه بشن <applause> این مفهوم هایپرگیمی که گفتم اینه که خانم‌ها تو هر جایگاهی باشن با همسط خودشون و بالاتر آقایون تو هر جایگاهی باشن با همسط خودشون و پایین تر وارد رابطه میشن و در طبیعتم همیشه تو تعادل دیگه نمیشه جفتشون با همسط و بالاترشون باشن اینجا هیچ زوجی تشکیل نمیشد و حالا فکر میکنی کی اینیشیت کرده یا این رو به وجود آورده اول خانوما بودن یا آقایون چون خانوم ها بودن دیگه آره توی تکامل خانوم ها بودن که این روند و پای گذاری کردن که چون خودشون شروع کردن با همسطی یا بالاتر از خودشون وارد رابطه شدن اونا هم خب مجبور شدن مردها با همسطی. مجبورن که با همسط و پایین از خودشون وارد رابطه بشن و ما اینجوری توی این 6 میلیون سال تکامل پیدا کردیم حالا خیلی جالبه این جایگاه اجتماعی اقتصادی که گفتم و شما اگه یه هرم در نظر بگیرید که پایینش خیلی پهنه بالاش خیلی باریک میشه مثلا سطوح پایین هرم میشه یه چیز حالا بیسیک و ابتدایی مثلا شما چونم دبیرستان تمام کردی یه سری شغل مشخص میتونی داشته باشی فلان این همینجوری که میره بالا در واقع شما احتمالا شغل بهتری داری تحصیلات بالاتری داری درآمد بیشتری داری؟ درآمد بیشتری داری؟ آره لزوما هم حالا همش آره. پول نیست ولی یه سری فاکتوره که پول هم جز بشه. و میگه که شما یعنی خانم ها که به اون بالا برسن فقط نوک حرم بغل رو حرم آقایون رو نگاه میکنن. ولی آقایون که به اون بالا برسن کل حرم خانم ها رو دارن یعنی از اون لول پایین میتونن انتخاب کنن تا بالا اینجا شکلش قرمون آره. نشون میدم ولی تجسمش سخت نیست. از اون ور مثلا خانومی که توی لول پایین هرمه کل هرم مردا رو میتونه داشته باشه یعنی حق انتخاب خیلی زیادی داره و آقایی که توی هرم، توی طبقات پایین هرم آقایونه حق انتخابش بسیار کمه و خودش چون هیچ آره چون فقط خانم همسطش ممکن انتخاب کنم که اونم ترجیحشونه که برن توی طبقات بالاتر از این هرم و این جایگاه گفتم پول توش هست ولی لزوما پول توش نیست لزوما فاکتور اصلیش نیست این یه قابلیت خیلی پیچیده که حالا توی تکامل خانوم ها تونستن گسترش بدن و اینکه میتونن آینده رو بهش نگاه کنن در واقع میگن مثلا ما مردا که بخوایم وارد رابطه بشیم خیلی آنی و لحظه‌ای شما داری الان طرف رو میبینی ولی میگن خانم هایی که بخوان وارد رابطه بشن و یه همچین تصمیمی رو بگیرن تو 15 سال بعد مثلا دیدن عدد دیرن. نمیگن ولی با آینده طرف وارد رابطه میشن برای اینه که میگه پول مهم نیست پول, م... پول ممکنه بیاد و بره ولی میتونن این قدرت رو دارن که تشخیص بدن که این آدم مثلا با این ویژگی‌ها چه آینده میتونه داشته باشه آها. و اینم تو تکامل ایجاد شده من... رو آینده طرف من این... آره اه... اینو من جلوتر میگم که تکامل چی کار کرده چه اتفاقی افتاده که خانم این قابلیت رو به وجود آوردن ولی میگم پوله که مهم نیست چیزی که مهمه اینه که مرد قابلیت مولد بودن داشته باشه یعنی بتونه تولید کنه پروداکتیو باشه یعنی کار کنه و به اشتراک گذاری بتونه شیر کنه اون چیزی که تولید کرده رو با اجتماع دورش بتونه شیر کنه این اون چیزیه که خانم‌ها بهش نگاه میکنن حالا اینو من گفتم من یه مثال شخصی بزنم خیلی جالبه من دانشگاه که حالا بودیم اون ترمای اولیه سالای اولیه من خب قبلا هم گفته بودم که مثلا اوایل که رفته بودم دانشگاه کامپیوتر میخوندم من علاقه نداشتم چون مثلا من فیزیک دوست داشتم مهندسی مکانیک میخواستم و حالا به هر طریقی تو کنکور ایران این اتفاق نیفتاد و همون موقع خب من مثلا خیلی علاقه نداشتم صرفا درس رو میومدیم و رد میکردیم خیلی هم تلاش خاصی نمیکردم فقط میگذشت و من اون موقع با یه کسی دوست بودم فرض کنید حالا مثلا یه دانشجوی چون 5 سال سومی که نه پولی داره نه حالا رشته هم که داره میخونه اون موقع خیلی بهش علاقه داره خیلی آینده خاصی هم اصلا تو حوصله نداره اون موقع بهش فکر کنه چون ناراحتی که مثلا چرا فلان رشته تو خودتو داری الان آره. من اون آدمه من اون کسی که باهاش دوست داشتم به من که من مطمئنم تو تو خیلی موفق میشی خب یعنی اون موقعی که نمیگم نه من پولی داشتم نه شغل حالا فلان نه اصلا علاقه داشتم به اون چیزی که داشتم میخونم این مثلا میتونست این رو ببینه این حالا مثلا آینده شما حالا این مثلا شخصی من بود از این قابلیت که میتونن مثلا خانما میتونن آینده رو ببینن و در واقع به آینده طرف وارد رابطه میشن ولی ما به هیچ وجه این توانایی رو نداریم استاد روانشناسی دانشگاه یو تورنتو خودمون کانادا آره جوردن پیترسن خیلی تاک خیلی جالبی داشت من یه تیکه رو گوش دادم میگفت 6 میلیون سال پیش که ما از شامپانزه شروع کردیم به جدا شدن و در واقع مسیر تکاملی متفاوتی رو پیش گرفتیم ایشون که داشتن صحبت میکنم میگفت دلیل اینکه این اتفاق افتاد اون حرکت خارق بود که خانم های حالا هوموسیپین انجام دادن شامپانزه شامپانزای خانوم وقتی میخواستن حالا زمان بار میتونستن باردار بشن حالا بالاخره به هر ترتیب زمانش بود میگفت با هر مدل شامپانزه نری حاضر بودن جفتگیری کنن درسته میگفت اون وسط ممکن بود که شامپانزه نر قوی تر برنده بشه توی رقابت با بقیه ولی این انتخاب خانومه نبوده خانومه حاضر بوده با هر کدومشون باشه میگه انسان اولیه 6 میلیون سال پیش هانوم ها بودن که شروع کردن این داستان رو عوض کردن و انتخاب کردن اون نری رو که از نظر خودشون قابل احتره. تر بود یعنی پروداکتیو تر بود بیشتر میتونست تولید کنه به اشتراک بذاره حامی بهتری بود میگه این اتفاق باعث شد که مغز اون موجودات اولیه اون انسان های اولیه توی سالای اولیه تکامل چون حالا مثلا چند هزار سال اول تکامل خیلی سریع رشد کنه این کاری که خانوما میکردن میگفت می اون در واقع سلیکشن پرشر که خانوما میذاشتن سعی میکردن چالش بکشن فقط حاضر بوده که مثلا با اون مرد قویه وارد رابطه بشه مهم. از مردا واسه اینکه زنده بمونن و حالا نسلشون ادامه پیدا کنه اینا شروع کردن که بهتر بشن و نسلی هم که به وجود می مثلا همش قوی تر می شود دیگه قوی آره دیگه تر رو بهتر می شود اون انتخاب طبیعی بوده که خانوم ها هم داشتن به حالا نچرال سلیکشن اینجوری بوده که اون موجودی که سازگارتر بوده زنده میمونده خود اه. خانوم ها هم داشتن شرایط رو سختتر میکردن در واقع رقابت رو داشتن بیشتر میکردن چرا مثلا با یه مرد معمولی مثلا ممکن بود بهش بگه که تو ممکنه برای به عنوان دوست گزینه خوبی باشی ولی دلیل آره دلیلی نداره مثلا ژنت منتقل بشه به آینده میرفتن اونی رو انتخاب میکردن که ژن قوی تر داره دست و, و از اون ور قضیه خب مردم واسه اینکه برنده این رقابت بشن باید بهتر میشدن چجوری بهتر میشدن باید از مغزشون بیشتر استفاده میکردن بیشتر باید تلاش میکردن پس مغز شروع میکرد روش, روش کردن. روش کردن مغز شروع میکرد مغز بهتری شدن بهتر کار کردن و بچه هایی که از این نسل در از این مرد به وجود می از بچگی شروع میکردن بهتر میشدن پس اینجوری ما انسانها شروع کردیم به بهتر شدن در واقع حالا طبق گفته این روانشناس اثرات قضیه رو خانوما زدن با این فشاری که گذاشتن سلکشن پرشری که روی آقایون گذاشتن و باعث شد که مغز انسان بیشتر رشد کنه و آره دلیلش منطقیه دلیلش الان من بگم برای هممون منطقیه میگه خانم ها تو جامعه در درجه اول خانمان که مسئول نگهداری و پرورش بچه درست. خب و چون بچه دار شدن یه فرایندی که بسیار وقت انرژی مسئولیت سنگینی رو میذاره رو دوش حالا مادر و پدر خانومه میرفت کسی رو انتخاب میکرد که میدونست که میتونه یه باری رو از رودوشش برداره هر چقدر هم خودش آدم خفنی بود باز میرفت یه کسی رو انتخاب میکرد که از خودش بهتره یعنی <applause> توی اون هرمه یا هم سطح خودش رو میدید یا, یا بالاتر از خودشو چرا که بهش کمک کنه چرا چون بچه دار شدن خیلی کار سختیه مسئولیت سنگینیه و مثلا از الان تا نه ماه آینده که حالا کارایی اون آدم کم میشه از اونجا به بعدش هم به مدت انسال آینده پس این خانم باید اونو پرورش بده پس میرفت یه عضوی رو انتخاب میکرد از اون جامعه که دورش بود آمی واقعی که قوی تره. این دلیلش اینه خیلی دلیل دلیل هایپرگمی که گفتم از این قضیه شروع شده که توی اون جوامع خانم اونی رو انتخاب میکرد که بیشتر بتونه به رشد خانواده و به رشد چیز کمک کنه بچه بله و میگه این در واقع باعث میشد که مردم به آدمای بهتری تبدیل شن بزرگتر بشن و پیشرفت کنن و حتی حالا مثلا پا رو فراتر میذارن میگن مثلا آدم مردا که ازدواج میکنن اون خانم چون باعث پیشرفتش میشه مثلا دوستای دوروور مرد رو هم عوض میکنه یواش یواش دیگه اون مرد نمیتونه مثلا با دوستای دور مجردیش بره چون اونا دغدغاشون متفاوته مردی که ازدواج کرده دغدغش متفاوت. متفاوته این هم ممکنه دیده باشه درسته بعد و, و دقیقا یکی از گزینه ها یکی از جوابایی که برام اومده بود گفته بودن که اخیرا آقایون به علت تعدد انتخاب میگه دلیلش همینه که شاید Uh, چرا آقایون بیشتر حاضرن برن مثلا با آدم های مختلف باشن حالا اصطلاح خودش گفته بود حاضرن که این دونه ها این سیدز خودشون رو همه جا پخش کنن ولی خانوما حاضر نیستن با با این کار مسئولیت خیلی زیادی برای خانوما میاد پس خیلی سلکتیو هم میرن خیلی گزینه خاصی رو انتخاب میکنن ولی مردا صرفا اون مردی که شانس بالاتری داشته توی اون هرم توی درجات بالاتری داشته یه طیف گسترده از آدم رو میتونست انتخاب کنه و خیلی هم براش فرق نمیکرده چون قدرتش رو داشته میره این کار رو میکنه. در دنیای الان الکلم هم خیلی نقش به سزایی داشته تو این قضیه اون اکثر تو فرستاده بودی؟ نه روژین فرستاده بود این دلیل همینطوریه که حالا پادشاه ها تو قدیم مثلا این تا زن میگرفتن خدا تا هم بچه داشتن و اون خانوم ها حتی ممکن بود حاضر, بش... حاضر باشه که زن دهم یه پادشاه هم بشه به خاطر اینکه پادشاه اون قدرت ها رو داشته ولی حاضر نبودی که با آدم معمولی که اون قدرت رو نداشته ازدواج بکنه و اول یک دیگه بشه آره تحقیقات هم نشون میده که تو طول تاریخ زنا خیلی مشارکت بیشتری نسبت به مردا داشتن توی انتقال ژنها به مجموعه ژنهای الانی که تو دنیا وجود داره و این قضیه از حالا میگن از هفتاد هزار سال پیش که انسانهایی که خیلی شبیه ما بودن از آفریقا شروع کردن بیان که کل دنیا پخش بشن خانوم ها بودن که خیلی در واقع مشارکت کانتریبیوشن خیلی زیادی داشتن تو انتقال این ژنا چطوری میدونی همینجوری دیگه بخاطر خیلی سلکتیو بودم مردای خاصی رو انتخاب میکردم آه انتقال این ژنایی که الان مونده آره آه. و یک زن مثلا با یه مرد فقط بوده و از یه مرد بچه داشته ولی اون مرد ممکن بود با مثلا این تا زن داشته باشه و بچه های زیادی داشته باشه پس تعداد مردایی که شناشون منتقل شده و الان خیلی کمتر از تعداد خانومایی بوده اه. که شناشون منتقل شده کانتریبیوشن خانوما بیشتر بوده و همینطور که این روانشناس هم گفته اصلا استارت پیشرفت مغز ما رو و منحرف شدن ما از شامپانزه ها رو این انتخاب خانوما زده که موردهای خاصی رو انتخاب میکنن یعنی اگه انسان هایی که انسان های اولیه که خانوم بودن اگه مثل شامپانزه ماده حاضر بودن با هر شامپانزه نری حالا هم خوابه بشن و بچه درست کنن دیگه ممکن بود ما اینجوری پیشرفت نکنیم یکی از علل این بوده که اون ژن خوبا فقط هی انتخاب شده که ما الان تو نشسته بودی سر درخت با دومت گرد آره به که پادکست بدیم اینجا بیردی او 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 بیردی نارگیل می آوردی و آره این نکتر هم آره قبلش هم گفتم که اونی که به نوک اون هرم میرسه اگه مرد باشه انتخاباش خیلی زیاده و اگه خانوم باشه انتخاباش خیلی, کمه مثالش هم گفتیم مثلا یه مدیر عامل خانوم رو ما تصور نمی کنیم که با یادمی که مثلا شغل حالا پایین داره باشه و احتمالا مدیر عامل خانم با یه کسی که مدیر عامله ولی اصلاش خیلی کمه دیگه آره. برای مردا اینترنت نیست اتفاقا اون بالا میرسن دیگه حاضرن همه کار بکنن و راحت جفت بیسوس آره مثلا بیانسه میگم مثلا با جیزی بوده مثلا حاضر نبوده بره با پستچیشون باشه یا مثلا براد پیتو جولی میدونی توی یه لول یا بالاتر از خودشون وارد رابطه میشن و برای تو بگم که آها اینجا این فکر برای من خیلی وقت رو پیش میاد که حالا ما اینکه که یه ادعامون میشه که ما انسانی ما نمیدونم اشرف مخلوقات و خیلی فکر داریم و همه چیز بر مبنای فکر رو خواسته خودمون جلو میبری جانم بگو خیلی از این کارهایی که ما انجام میدیم بر مبنای غریزه است یعنی مردو به صورت غریزی میتونن با خیلی خانمهای زیادی باشن و خانمها به صورت غریزی خیلی انتخاب های هوشمندانه تری ممکنه داشته باشن نسبت به مردا برای انتخاب همسر چون باید بچه رو در نهایت بزرگ کنن یعنی طراحی ما اینجوری بوده سیمکشی مغز ما اینجوری بوده این انتخاب ما نبوده در آخرم یه چند تا موردی که ممکنه مد نظر خانم باشه برای انتخاب چند تا موردی که مد نظر خودم هست و میخوام اینجا اسم ببرم نه <applause> اصلا نخور این قطع میشه که باز میشه شما توی اون هرم بالاتر بری مثلا قابلیت مدیر بودن و رهبری کردن بله مثلا مردایی که بدونن چی میخوان و برن دنباله شانس بهتری دارن بعدش یه شوختب بودن اخی. خوشحال شدی نه مثلا آدم مثل ایمان که همش خودشون نیستن اینا قابلیت خیلی زیادی دارن خب برای پخش کردن دونه هاشون بله جسور و با شور و شوق بودن جسارت داشته باشن مثلا هدف و معنای زندگیشون رو بدونن دنبالش برن اینا اعتماد به نفس داشتن اینجا راجع اعتماد به نفس ما صحبت کردیم که میگفتیم که اعتماد به نفس ساکته خیلی سر و صدا نمیکنه کانفیدنس is silent ولی بل. از اون بار مثلا عقده ها حالا این سکیوریتی های ما خیلی لاودن خیلی بله. سر و صدا دارن و اینا اعتماد به نفس خیلی تاثیر داره اون در واقع تصویری که از ذهن شما تو... تصویری که از شما تو ذهن خانوما میمونه بله آخرش هم چیه شنون... بنویسید رو الان داره میگه بنویسید شنونده خوب بودن این مورد به نظر من بسیار بسیار مورد مهمی یعنی شما صرفا همین ویژگی شنونده خوب بودن رو داشته باشید توی بازار خیلی موفقتر میتونید عمل کنید و قبلا هم گفتم حالا فرقی که ما آقایون داریم موقع صحبت کردن با خانوم ها اینه مثلا دو نفر مرد که با هم صحبت میکنن انتظار اونی که صحبت میکنه از اونی که میشنفه اینه که یه راهکاری یه ارائه بده یه, یه کمکی بکنه ولی مثلا خانم اگه با یکی دیگه صحبت کنه انتظارش این نیست فقط همین که تو بتونی بشنوی کفایت میکنه فقط یعنی مثلا یه حجمه از احساسات و فکر و اینا که باید خالی بشه لزوما قرار نیست اونجا جواب تولید کنی راه حل تولید کنی تو اون تو اپیزود فکر کاش آقایون گفته بودیم درست تمام شد یه بزن هم در مورد گوش دادن رفته بودی گوش بدیم متفکر فکر میکنم تو فکر کنم رفته بودی من رفتم آره در مورد صحبت کردیم همین پس خلاصه جواب اون سال اینستا ما سالی که تو اینستا میپرسیم که لزوما جواب درست نداره ولی این تح... داشت تحقیقاتی که انجام شده و دیدن اینجوری بوده که خانم ها بسیار هوشمندانه تر اول میکنن تو انتخاب شریک به خاطر اینکه شریک های زندگی که انتخاب میکنن یا هم سطح خودشونن یا بالاتر از خودشونن هیچ وقت نه که هیچ وقت معمولا با پایین تر از خودشون وارد رابطه نمیشن ولی مردا برعکسن یا هم خودشونن یا یا هر کسی دیگه باشه دور وایشون طبیعت تو تعادل دیگه بله خیلی خوب خیلی خوب این بود اپیزود 186 تمامه آره بریم بله فرزادم که نیست جالبم نداره پس رو بزن ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب و اگر که میخواین با ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برام ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ